اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته بامداد تهران و کابل است، 7:30 در دوشنبه. درود بر شما، داریوش رجبیان هستم با چشم‌انداز بامدادی 8 تیر 1397. اینجا در لندن 3:30 بامداد است. اعمال فشار آمریکا بر هند برای پایان دادن به واردات نفت از ایران آیا شدنی است؟ تا حدود 4 دقیقه دیگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. ایران متهم به استفاده از کودک سربازان در جنگ، درباره این گزارش وزارت خارجه آمریکا هم صحبتی داریم. انتقاد قوه قضاییه ایران از لایحه مقابله با خشونت علیه زنان. یک باور از اسلام بر این است که خب سوره نساء جواز حتی خشونت جسمی نسبت به زن رو داده، بنابراین دارای مجوز قرآنی هستند. سایه مهاجرت بر اتحادیه اروپا، درباره این موضوع هم که برای بروکسل سرنوشت ساز شده مطلبی داریم. در کنار مطالب بسیار دیگر، سرآغاز تازه ترین خبرهای جهان از ناصر مدنی، تهیه کننده برنامه امروز. سلام، صبح جمعتون بخیر. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید دولت این کشور قصد دارد خریداران نفت ایران را مجاب کند تا 5 ماه دیگر خرید نفت خود از ایران را به صفر برسانند. پیشتر ژاپن و کره جنوبی تایید کرده بودند که در حال مذاکره با آمریکا برای کسب معافیت از تحریم‌های نفتی ایران هستند. مقام‌های ایرانی میگویند آمریکا توان آن را ندارد که صادرات نفت این کشور را در چند ماه آینده به صفر برساند. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در پی خروج از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بین 90 تا 180 روز به سایر کشورها فرصت داد تا قراردادهای خود با ایران را پایان دهند، وگرنه مشمول تحریم‌های نفتی علیه ایران خواهند شد. در خبر دیگر از وزارت خارجه آمریکا، این وزارتخانه در گزارشی سالانه ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که برای برخورد مؤثر با قاچاق انسان تلاش عمده‌ای نمی‌کنند. در این گزارش همچنین ایران در کنار کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن به استفاده از افراد زیر 18 سال به عنوان سرباز متهم شده. باز هم در آمریکا، پلیس ایالت مریلند میگوید در پی تیراندازی به دفتر یک روزنامه در شهر آناپولیس دست کم 5 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان و خانواده های آنان ابراز همدردی کرده. کامبیز فتایی گزارش میداد. مهاجم از بیرون یک در شیشه‌ای تحریریه روزنامه را هدف قرار داده. پلیس میگوید روزنامه کاپیتال گازت شهر آناپولیس اخیراً در رسانه‌های اجتماعی به طور جدی تهدید شده بود. هویت یا انگیزه مهاجم اعلام نشده، اما پلیس او را یک مرد سفیدپوست 30 و چند ساله توصیف کرده که همکنون تحت بازجویی قرار دارد. تازه ترین خبرهای جهان را از رادیو بی بی سی در لندن می شنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی می گوید معلولان در ایران با تبعیض و بدرفتاری مواجهند و محیط اطراف آنها نیز برای این افراد مناسب سازی نشده. این سازمان برآورد کرده در ایران بیش از 15 میلیون معلول زندگی می کنند. و یک مدل بلژیکی با انتشار عکس‌های برهنه خود در مقابل یکی از اماکن مقدس یهودیان در بیت المقدس خشم آنها را برانگیخته. ماریسا پاپن روی پشت بامی که مقابل دیوار ندبه قرار دارد عکسی برهنه گرفته و منتشر کرده. خاخام مسئول دیوار ندبه این اقدام خانم ماریسا پاپن را اقدامی تأسف‌بار توصیف کرده. سال گذشته هم خانم پاپن بعد از گرفتن عکس‌های برهنه در یکی از معابد مصر مدت کوتاهی بازداشت شده بود. این مدل جوان در سایت اینترنتی خود سبک زندگی‌اش را این گونه توصیف می‌کند: آزادی عریانی که در آن نقاب‌ها از چهره برداشت رو به دریا انداخته می شوند. در بامداد 8 تیر ماه 29 ژوئن به چشم‌انداز بامدادی از رادیو بی بی سی خوش آمدید. درود بر یکایک شما، داریوش رجبیان هستم. امیدوارم در پایان بسیار خوش هفته باشید. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران آغاز کنیم و ما خبرها حاکی است که صادرات نفت ایران در آستانه معضلات بیشتری است. روزنامه انگلیسی زبان هندوستان تایمز گزارش داده که دهلی در حال بررسی راه‌های کاهش واردات نفت از ایران و جایگزینی آن با نفت عربستان و کویت است. این در حالی است که بیشتر نفت مورد نیاز هند وارداتی است و ایران سومین کشور تامین کننده نفت هند است.
دیروز نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در جریان دیدارش از دهلی از مقام‌های هند خواست که روابط خود با ایران را بازنگری کنند. واشنگتن در حال اعمال فشار بر مشتریان اصلی ایران است تا واردات نفت ایران به آن کشورها را متوقف کند. در این حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهند بر سر تحریم‌ها به طور موردی همکاری خواهد کرد. نخست واکنش رسانه‌های هند به این خبر را از دهلی بشنویم از سارا حسن خبرنگار بی بی سی در پایتخت هند، سپس بیشتر صحبت خواهیم کرد. اقتصاددان گفتن که این تأثیر منفی خواهد داشت به اقتصاد هند، چون همون جوری نرخ روپیه علیه دلار افتاده است و شده حدوداً 69 روپیه به یک دلار، و اگر هند واردات نفت از ایران هم کاهش بدهد این دلار گرانتر میشه. منابع خبری صنعت نفت به رسانه ها گفتن که امروز صبح و وزارت نفت با پالایشگاه ها ملاقات داشته و گفته که برای هر اتفاقی آماده باشند و بهشون گفتن که واردات نفت از ایران را تا 2-3 ماه دیگه باید کاهش دهند، و این هم گفتن که باید دنبال جاگزینی نفت ایران باشند. البته هنوز چیزی قطعی اعلان نکردند یا به رسانه ها نگفتند، فقط همین منبع خبری از صنعت نفت هست که همه جا رسانه ها اینو کوت میکنند. بزرگترین اپراتور پالایشگاه هند ریلاینس هم خبر اومده که تصمیم گرفته از ایران واردات نفت رو قطع کنند تا یه 2-3 ماه دیگه، و چندین پالایشگاه دیگه هم گفتن که واردات نفت ایران رو کاهش بدن. سارا حسن بود خبرنگار بی بی سی در دهلی هند. همینجا درود میگویم به حسین ابن یوسف کارشناس امور نفتی شرکت بین المللی پترولیوم در واشنگتن. شب شما در آمریکا بخیر آقای ابن یوسف. آمریکا قصد داره که مشتری های اصلی صنعت نفت ایران رو از معامله با تهران منصرف کنه، با این هشدار که از 13 آبان یا 4 نوامبر به بعد ممکنه شامل تحریم های اقتصادی آمریکا بشن. مقام های هند هم اونطور که شنیدیم ظاهرا نخستین نشانه های انصراف از واردات نفت ایران رو نشون دادن. فکر میکنیم واقعا ایران هند رو به عنوان یکی از وارد کننده های اصلی نفتش از دست بده؟ این نخستین باری نیست که ایران یک چنین مشکلی داره یا هند چنین مشکلی داره. حتی در بدترین شرایط در زمان تحریمی که سازمان ملل اعمال کرده بود، هند توانست یک اجازه ویژه‌ای بگیره و مقداری نفت از ایران وارد بکنه، و در شرایط کنونی با توجه به اینی که بعد از تصمیم اوپک در همین یک هفته گذشته قیمت نفت، با اینکه فکر میشد که افزایش تولید نفت در آینده باعث بشه قیمتها پایین تر بیان، عملا بازار تصمیم متفاوتی گرفته و قیمتها بالا رفتن، و این مشخص کننده این هست که آمریکا برای این کار دشواری بیشتری خواهد داشت. در شرایط کنونی راهکارهای مناسبی به راستی هند نداره. در گذشته شاید لیبی یا نیجریه یا ونزوئلا به راحتی بتونستن این کار را انجام بدن و جایگزین بکنن، ولی در حال حاضر هیچ کدوم از این کشورها این توانایی رو ندارن. و در این حال آقای ابن یوسف، یکی از مقام‌های دولت هند به روزنامه هندوستان تایمز گفته که شرایط ایران برای فروش نفت بهتر از شرایط عراق و عربستان که بزرگترین تامین کننده های نفت هند هستند. آیا این بهتر بودن شرایط تجاری میتونه به ایران کمک کنه که در بازار نفت هند باقی بمونه؟ حتما همینطوره، و به علاوه پوان مالی قضیه، نزدیکتر بودن راه و کمتر هزینه کمتر برای حمل نقل، اون هم یک وضع مناسبتری برای ایران داره. و با توجه به اینی که عراق اولا به ایران خیلی نزدیکه، ثانیا بسیاری از کشورهایی که شرکت‌هایی که در عراق فعال بودن عملا دارن از عراق خارج میشن، و توانایی عراق برای افزایش میزان تولید در این مدت کوتاه هم کار بسیار دشواری هست، و عراق الان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به هند هم داره کار میکنه. بنابراین
همه فشار رو گذاشتن روی کشور کار درستی اصلا نیست. ولی اگه از اون طرف به قضیه نگاه بکنیم، آیا آمریکا نمیتونه یک بحث پیشنهادی به هند بده که بتونه جبران بکنه این میزان تفاوت رو؟ تنها مسئله مالی قضیه نیست، محدودیت های دیگه دارن، وابستگی های دیگه دارن. از نظر سیاسی وابستگی سیاسی هند در از گذشته های دور با روسیه بوده و سال هاست که به دنبال این هست که نزدیکی بیشتر بشه، به دنبال این بوده که جز این گروه سازمان همکاری های شانگهای وارد بشه و عملا یک سازمانی است که شبیه سازمان ناتو در آسیا، و بنابراین اونا یک مسائل سیاسی هم پشت پرده دارن، گرفتاری های دیگه هم دارن، فقط دستور آمریکا نیست. دستور آمریکا در زمانی که تحریم سازمان ملل بود خب یه مقداری کارایی داشت، ولی همین آمریکا هم به اونا دستور داد که به جای گاز ایران از گاز ترکمنستان شما خریداری بکنید، ولی نکردن، اون کار رو هم نکردن. بنابراین حرف شنوی چندانی واقعا از آمریکا ندارن، اون هم در شرایط کنونی که علاقمند به خرید مقدار اسلحه مدرن هستن از روسیه، و اگر روسیه نخواد این کار انجام بشه مسلما اونها با مشکل زیادتری روبرو خواهند شد. حالا یه اجازه بدین آقای ابن یوسف، این خبر نسبتا تازه رو هم با هم اجمالا مرور بکنیم که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشته که واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خودشون از ایران رو کاهش بدن بر سر تحریم ها به طور موردی همکاری خواهد کرد. آیا ممکنه کشورهای چون هند که به نفت ایران نیاز دارن با آمریکا به نتیجه برسن و از تحریم ها معاف بشن؟ حتما همینجور خواهد شد، و این درست خلاف مطلبی است که خود وزارت امور خارجه تنها دو روز پیش اعلام کرده بود که به هیچ وجه هیچ پوانی به هیچ کسی نمیدن و هیچ نوع صادراتی از ایران به طرف کشورهای دیگه نباید باشه. خب این نشون دهنده این هست که اونها این توجه رو کردن به عکس العمل بازار و عدم توانایی آمریکا برای انجام این کار با توجه به فشارهایی که هست، من جمله مثلا ژاپن که از دیرباز همیشه دنبال روی سیاستهای آمریکا بوده، این بار یک کمی شک و تردیدش در این زمینه بسیار زیادتر شده. حتی آقای نخست وزیر ژاپن قرار ماه آینده به ایران بره، بنابراین این کار دشواری سر آمریکا که نگذاره ایران واقعا نفتشو دست کم در حدی که در گذشته اجازه میداد به کشورها که از ایران خرید بکنن بتونن اون کار رو انجام بدن. به علاوه این که اروپا هم خیلی محکمتر از گذشته هست چون محدودیتی از سوی سازمان ملل نداره. حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفتی شرکت بین‌المللی پترولیوم در واشنگتن آمریکا، سپاسگزارم که با چشم انداز بامدادی بی بی سی بودید. شما هم مخاطبان برنامه طبق معمول میتونید نظر بدین. به نظر شما با چنین فشاری که بر اقتصاد ایران وارد شده، چه چشم اندازی پیش روی ایرانه؟ ایران چه راهکاری داره برای رد شدن از موانعی که جلوش پهن شده؟ درباره همه مطالب برنامه چشم به راه و گوش به زنگ پیام‌های شما هستم، از جمله پای پخش زنده چشم انداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی. به همین بهانه درود میگم اینجا به سنجر، احمد، حسام، فریدون، بشیر، خراسان، صالح، نصیر و ده ها نفر دیگر که از اون طریق ما رو همراهی میکنن. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. پس پیام بدین. و ما وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود ایران را در زمره کشورهایی قرار دادی که حداقل ضوابط لازم برای مقابله کارساز با قاچاق انسان را رعایت نمی کنند و در این زمینه تلاش عمده ای انجام نمی دهند. ایران همچنین در کنار برمه یا میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن به استفاده از کودک سربازان در جنگ متهم شده. گزارش قاچاق انسان 2018 که ساعت پیش منتشر شد میگوید
که ایران علارغم پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، اطلاعاتی درباره تلاش‌های خود در این خصوص منتشر نکرده. جزئیات بیشتر این موضوع رو حوالی می‌کنم به همکارم کامبیز فتاحی که از واشنگتن به ما ملحق شده. خسته نباشی کامبیز. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران دیگه چه جزئیاتی داره؟ خب این گزارش میشه گفت برای پنجمین سال پیاپی به کارنامه حکومت ایران در مورد مبارزه با پدیده قاچاق انسان داره نمره مردودی و ردی داره میده و به هر حال داره میگه که دولت ایران در مورد محافظت و مراقبت از قربانیان قاچاق انسان، همینطور در مورد در واقع جلوگیری از چنین مواردی و همینطور اجرای قوانین داخلی کوتاهی کرده، موارد در واقع با اون استانداردهای آمریکا که این گزارش رو نوشته با اون استانداردها عملکرد دولت ایران همخوانی ندارد، به همین خاطر در رده سوم این گزارش قرار گرفته که در این رده سوم رده در واقع میشه گفت که کشورهایی است که اوضاع قاچاق انسان رو آمریکا در اونها وخیم میدونه. و به هر حال یکی از مواردی که بهش اشاره کردن گفتن که در سال 2016 و 2017 میلادی تعداد روسپی‌های ایرانی در جاهایی مثل دبی در منطقه کردستان عراق بیشتر شده و عده‌ای از این افراد هم به گفته آمریکایی‌ها قربانیان قاچاق انسان هستند، شبکه‌های قاچاق هستند و از نظر اینها دولت ایران کاری نکرده که بخواد حالا جلوی این پدیده رو بگیره، جلوی اینها رو بگیره، یا اینکه با قربانیان اینها به گفته آمریکایی‌ها در مواردی برخوردهای شدید کرده از لحاظ مجازات‌های داخلی. یک مورد بسیار مهم دیگر هم که در این گزارش اومده مسئله کودک سربازان هست که ایران هم در زمره کشورهایی قرار گرفته که از جمله در سوریه کودکان و نوجوانان افغان رو فرستاده در لشکر فاطمیون، که البته اگر خاطرتون باشه سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش بسیار مفصلی رو در این مورد منتشر کرد که در مواردی متهم کرد ایران رو که از نوجوانان افغان سنین 13-14 سال هم استفاده میکنه در جنگ سوریه. بله. و به این مورد هم مقامات آمریکایی اشاره بسیار خاصی کردن در همین گزارش. کامبیز، شاید خیلی زود باشه حالا که واکنش ایران به این گزارش رو داشته باشیم چون تازه است، ولی بعید میدونم که پاسخ تهران به این گزارش با واکنشش به گزارش قبلی وزارت خارجه آمریکا خیلی متفاوت باشه، نه؟ به احتمال زیاد موزه سال قبل رو هم اتخاذ خواهند کرد که اگر سال گذشته خیلی مشخصا فردای انتشار این گزارش اعلام کردن که محکوم کردن گزارش رو با انگیزه سیاسی دونستن و همینطور وزارت خارجه ایران سخنگوش انگشت اتهام رو به سمت واشنگتن گرفت، گفت که سیاست‌های به گفته او در واقع جنگ طلبانه آمریکا و همینطور متحدانش در منطقه و جهان هست که به پدیده قاچاق انسان دامن زده و از نظر اونها جمهوری اسلامی یک چنین گزارش‌هایی رو فاقد ارزش و اعتبار میدونه. سپاسگزارم کامبیز. با همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن صحبت میکردم. و اما معاون فرهنگی قوی قضایی ایران از لایحه مقابله با خشونت علیه زنان انتقاد کرده. هادی صادقی به خبرگزاری کار ایران گفته این لایحه از دولت به قوی قضایی آمده و متاسفانه در ده‌ها مورد آن مجازات حبس دیده شده. به گفته آقای صادقی تصور می‌شود در ظاهر این لایحه برای حمایت از حقوق زنان است، ولی متاسفانه به گفته او در باطن با زندانی شدن مرد بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. در این باره گفتگویی داشتم با مهرنگیز کار، حقوقدان و کنشگر حقوق زنان که این ساعت در تونس است. نخست از او خواستم که ما را با مفاد اصلی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان آشنا کند. این لایحه آمده تجمیع کرده تمام قوانین بر ضد خشونت رو که زنان قربانی ازش صدمه می‌بینن، حالا چه در خانواده چه در جامعه، و هم جهات جنسی، هم جسمی، هم عاطفی، روانی و مالی رو در نظر گرفته، به گونه ای که تبدیل شده به یک لایحه که هرچند که جامع هست ولی به نظر میرسه فراتر از ظرفیت و طاقت اون جمعی است که ما بهش میگوییم مجلس و قرار است که این رو تصویب بکنه، و این هم در دولت 11 مقدماتش فراهم شد و خانم مولاوردی خیلی زحمت کشید دربارش، اما
تا کنون متوقف بوده و به نحوی که همه اطلاع داریم اعلام شد این قانون میتواند که خانواده ها رو از هم بپاشه. دقیقاً این اظهار نظر معاون فرهنگی قوه قضاییه بود که در انتقاد از این لایحه گفته که موارد مجازات حبس در این لایحه بسیار زیاده و اینکه با زندانی شدن مرد بزرگترین ضربه به زن و خانواده وارد میشه، چون طبعا ناناور خانواده را از دست میده. نظر ایشون این هست. آیا منظور اینه که حتی اگه مرد خانواده علیه اعضای خانواده‌اش خشونت بکنه بهتره تحمل بشه تا ناناور خانواده از دست نره؟ بله، اونجور که آقایون اسلام رو تعریف میکنن همینطوره و به هر حال باور بر این است که یک باور از اسلام بر این است که خب سوره نساء جواز حتی خشونت جسمی نسبت به زن رو داده، بنابراین دارای مجوز قرآنی هستند. خانم کار، حالا که یک مقام قوی قضایی از این لایحه دولت انتقاد کرده، سرنوشت این لایحه چه میشه؟ دیگه به نظر من موضوع منتفی شده، چون اجازه داده نشده که اساسا مورد اون مراحلی رو بگذرونه که باید از تصویب بگذره و تا حالا دائما میگفتن که منتظرن که مقام قضایی مهمی مثل آقای لاریجانی اظهار نظر کنه، ولی قبل از اون یکی از خانم‌های مجلس علیه این لایحه به صورت بسیار عجیب و غریبی ایشون قد افراختن و گفتن که این لایحه در حقیقت حمایت از زنان روسبیه، یعنی خیلی خیلی برخورده خشونت آمیزی کردن با این لایحه. در حال حالا صرف نظر از اینکه این لایحه اشکال داره یا نداره، ایران خلأ داره برای اینکه قانون خاصی برای کنترل خشونت خانگی داشته باشه. و اگر بخواهم بگویند که این ناشی از احکام اسلامی است، اون وقت این سوال باید پیش روشون قرار بگیره که پس چرا بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان قانون منع خشونت خانگی رو دارن که هم جرم‌انگاری میکنه به صورت شدیدتری نسبت به قوانین دیگه و هم اینکه جنبه محافظت از قربانی رو داره و هم اینکه جنبه پیشگیری از جرم رو داره و پیشگیری از تشدید خشونت و احتمالاً مضروب شدن و به قتل رسیدن قربانی رو. کشورهایی مثل مالزی دارن، ترکیه داره، غنا داره. حتی غنا انقدر این قانونش، البته هیچ چیز دیگه پیشرفته نیست، ولی این قانونش انقدر پیشرفته است و در تعارض هم با اسلام نیست که میگه حتی اگر شاکی که اینجا زن هست از شکایتش صرف نظر کنه، باز هم قوه قضاییه باید موضوع رو پیگیری بکنه. بنابراین میبینیم که اسلامی که در ایران تبدیل به قانون میشه مخصوصا نسبت به زنان، یک اسلام بسیار خاصیه که فقط با خودش میشه مقایسش کرد. مهرنگیز کار بود، حقوقدان و کنشگر حقوق زنان. چند خبر دیگر هم داریم از ایران که در یک نگاه مرور میکنیم با مجید افشار. 33 مقام پیشنه آمریکا در بیانیه ای از طرح مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق برای تغییرات در ایران حمایت کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه که در قالب یک آگهی سیاسی در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده، نام رودی جولیانی از وکلای آقای ترامپ و تام ریچ وزیر سابق امنیت داخلی به چشم می‌خورد. امضا کنندگان بیانیه گفتند که روز شنبه در گردهمایی سازمان مجاهدین در پاریس حاضر خواهند بود. بسیاری از این افراد تایید کردند که برای سخنرانی‌های پیشینشان در جمع مجاهدین پول گرفتند. دولت ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرده که خانوارهای پردرآمد را شناسایی کرده و پرداخت یارانه نقدی ماهانه به خانوارهای سه دهک بالای درآمدی قطع شود. بر این مبنا نهادهای مختلف موظف شدند اطلاعات اقتصادی مربوط به خانوارها را در اختیار وزارت کار بگذارند تا خانوارهای پردرآمد شناسایی شوند. اگر خانواری از قطع یارانه خود ناراضی باشد، می‌تواند با ارائه اطلاعات بانکی و مالی خود به تصمیم دولت اعتراض
آغاز کند. دولت ایران ماهانه به هر نفر 45 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. و دادستان تهران از بازداشت افرادی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازار تهران خبر داده. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین فعالان تجاری را تهدید کرده که اگر مرتکب جرایم فساد اقتصادی شوند، حکمشان 20 سال زندان و حتی اعدام خواهد بود. او قاچاق ارز و احتکار را از مصادیق فساد اقتصادی خوانده و گفته این اتهام‌ها شاید شامل افراد و تعاونی‌های دولتی هم بشود. در روزهای اخیر بازاریان در چند شهر ایران برای ابراز نارضایتی از شرایط اقتصادی اعتصاب و تظاهرات کردند. با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن در بامداد 8 تیر 1397. مخاطبان پراپا قرص برنامه ما حتما میدونن که از این به بعد مسعود بهنود روزنامه‌نگار موقع لندن روزنامه‌های صبح تهران رو برای ما و شما مرور نمی‌کنه، اما بررسی مجله‌ها و هفته‌نامه‌ها که آدینه‌ها پخش میشه همچنان با آقای بهنود خواهد بود. بمانند امروز اولین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به دو تا نشریه، ماهنامه اندیشه پویا و دو فصلنامه ادبی هنری ویرگول. اندیشه پویا رو جلد خودش عکسی داره از آقای دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه، چهره مشهور و کارشناس متبحر سیاست خارجی و همینطور مسائل مربوط به توسعه که موضوع صحبتی است که مجله با ایشون کرده. توی این گفتگو حرفای مهمی زده شده است، به همجهت هم اومده روی جلد. ایشون میگه که توقعات ظریف و روحانی از برجام از اول اشتباه بود و تیتری که رضا خجسته انتخاب کرده سردبیر مجله برای این مطلب هست: ایران و امریکا بازگشت به نقطه صفر. در این گفتگو چی میگذره؟ این که خیلی از کسایی که الان مدیران جامعه هستند، مدیران دولتی هستند، یا به طور مستقیم شاگرد دکتر سریع‌القلم بودن یا به هر حال غیر مستقیم زیر سیطره اندیشه ایشون هستن و هیچ کسی پوشیده نیست. به همین جهت هم وقتی که این تیتر از نوشته ایشون انتخاب میشه که میگوید که تصور ظریف و روحانی از برجام اشتباه بود، خیلی آدم به فکر میفته که این به کجای موضوع داره اشاره میکنه ایشون. ببینید، آقای دکتر سریع‌القلم میگه که اصلاح و تغییر در کشور ما تابع مشکلات و بحران هاست. یعنی ما در شرایط عادی از بررسی مسائل و مشکلاتمون غفلت میکنیم. تا شرایط غیر عادی بشه، شرایط داخلی و جهانی رو مطالعه نمی کنیم، مشخص نمی کنیم که در 10 سال آینده محیط زیست و اقتصاد ما از چه وضعیتی به چه نقطه مطلوبی باید برسه. اکثر تصمیم سازی ها، به خصوص تصمیم سازی های جدی، در دوران پس از انقلاب پیرو بحران بوده. ما به بحران هایی رسیدیم، بعد تصمیم گیری کردیم، حالا درست یا غلط. بعد ایشون در بخشی از همین گفتگو اشاره میکنن به اینکه توضیح میدن که چرا این حرفو میزنم. مصاحبه کننده میپرسه که آیا شما منظورتون این هستش که آقای روحانی اصلا نباید کاندیدا میشد؟ ایشون میگه نه، این منظورم این نیست. منظورم اینه که توقعاتمون رو واقع بینانه کنیم. من اعتقاد داشتم که زمینه اجرایی شدن افکار روحانی در این نظام حقوقی سیاسی خیلی وجود نداره. معتقد بودم که در صورت قرار گرفتن ایشون در مقام رئیس دولت اتفاق تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری ها نمیفته. معتقد بودم که ریاست جمهوری آقای روحانی به نوعی تکرار دوره اصلاحاته. همچنان که از سال 76 تا 84 یک گفتمان جدید در کشور ایجاد شد، ریاست جمهوری آقای روحانی هم کمک میکنه که ادبیات جدیدی متولد شه، ولی همینقدر. همچنان که رئیس دولت اصلاحات هم به خصوص در سیاست خارجی خودش رو چهره جدیدی ساخت، به دنیا معرفی کرد و اینا، ولی عملا در سیاست خارجی تغییری اتفاق نیفتاد و بنابراین ایشون یه همچین نگاهی میکنه. اجازه بدین که به همین مصاحبه بسنده نکنم، حیف است، و بگویم براتون که علیرضای رجایی، یعنی کسی که همه میشناسیمش، درباره فوتبال و تمنای جهانی شدن نوشته است برای مجله. بس ببینید فوتبال تا کجا رفته. از جمله گفته است که هر چقدر تلاش میکنیم خودمون رو بی‌اعتنا به ساختارهای جهانی نشون بدیم، با فوتبال دیگه نمیشه. یعنی فوتبال راه این تلاش رو میبنده. اندیشه پویا مثل شماره دیگه ای پر از مطالب متنوع و خواندنی هست، ولی ما متاسفانه وقتمون کم، به همین جهت میریم سراغ دو فصلنامه ادبی هنری ویرگول. ویرگول در لاهیجان منتشر میشود. صاحب امتیازش آقای حسن اسدالله پور هست و سردبیرش آقای محمد رمضانی، هر دو گیلک. این شماره ویرگول که چهارمین شماره است که منتشر میشه و اختصاص داده شده به دو تا فصل اول سال، یعنی بهار و تابستون، و ما هم در آخر بهار و اوائل تابستون هست که داریم نقلش میکنیم، ویژه‌نامه ترانه هست از مشروطه تا امروز.
و همین جهت خیلی خوبه که امشب شب مهتابه نوشته خانم گودرزی سمو اول نشسته. بعد یه بررسی مهدی عبدی و حامد زهیری کردن درباره تصنیف در اشعار دوره مشروطه که خیلی جالبه. قفسم برده به باغ یا دلم شاد کنید عنوان نوشته محسن موسوی میرکولایی است و بیت‌اللهی درباره بنیانگذاران ترانه نوین. میدونید که اصلا اصولا ترانه در ایران از دوره مشروطیت بعد عوض شد سرنوشتش، و همین هاست که گفتگوی اصلی مجله است. سردبیر خودش هم یه مروری کرده بر سرگذشت ترانه پس از انقلاب. پس انگار که یه مجموعه کم و بیش محکمی هست، کم و بیش جامعی هست. از قبل از مشروطیت شروع میشه با یه نگاه کوتاهی به قبل از مشروطیت، بعد دوران مشروطیت مفصل، بعد انقلاب، بعد دوره پس از انقلاب. سه تا گفتگو هم داره، هر سه تا با کسایی که دستی در ترانه دارن. شهریار قنبری ترانه سرای نوگرای خیلی خوب دهه 40 که تا هنوز هم مشغول هست و ترانه های زیبایی ازش به یادگار مونده. عنوان مصاحبه با او هست: همه کارنامه من پر است از خطر کردن. یغما گلرویی ترانه ساز معاصر موجود: ترانه پیشرو و نوآورانه در ایران مجال انتشار ندارد. نیلوفر لاریپور هم که ازش ترانه میشنویم زمان ترانه های به خصوص پاپ، او هم گفته جماعتی که فکر میکنن مردم ما نمیفهمند. این یه مجموعه است از فقط سرفصلار گفتم از ویرگول نشریه بسیار خوشنقش لاهیجانی. با هم نگاهی گذرا کردیم به اندیشه پویا و ویرگول. مسعود بهنود بود که در ادامه برنامه برمیگرده. فعلا با نگاهی تازه به مهمترین خبرهای ایران و جهان جلو بریم، در واقع برنامه رو جلو ببریم. روزنامه انگلیسی زبان هندوستان تایمز گزارش داده که دهلی در حال بررسی راه‌های کاهش واردات نفت از ایران و جایگزینی آن با نفت عربستان و کویت است. این در حالی است که بیشتر نفت مورد نیاز هند وارداتی است و ایران سومین کشور تامین کننده نفت هند است. در این حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهند بر سر تحریم‌ها به طور موردی همکاری خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داده که حداقل ضوابط لازم برای مقابله کارساز با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کنند و در این زمینه تلاش عمده‌ای انجام نمی‌دهند. ایران همچنین در کنار برمه یا میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن به استفاده از کودک سربازان در جنگ متهم شده. مذاکرات اتحادیه اروپا در بروکسل تا ساعت شب ادامه داشته تا ایتالیا را متقاعد کنند که بیانیه نهایی این نشست را وتو نکند. دولت دست راستی ایتالیا گفته که پای این بیانیه امضا نخواهد کرد مگر اینکه نشست سران بر سر حل و فصل معضل مهاجرت به نتیجه برسد، که در ادامه برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. و تیراندازی در ساختمانی که دفتر روزنامه محلی کاپیتال گازت شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا در آن واقع است، تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته. مقام های پلیس میگویند که 5 نفر کشته شدند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی. حالا در میانی برنامه نیم نگاهی هم داشته باشیم به آن سوی جدول برنامه. قرار از یک گزارش پارلمان بریتانیا بگیم که سازمان‌های امنیتی این کشور رو به همکاری با انتقال غیرقانونی صدها بازداشتی به مکان‌های مخفی متهم کرده. به استقبال دیدار رهبران آمریکا و روسیه هم خواهیم رفت، هرچند بیش از 2 هفته باقی است. خواهیم دید که چه موضوعهایی بین آقایان ترامپ و پوتین بررسی خواهد شد و از اصل خلاقیت در زبان فلسفی هم خواهیم گفت. از یادمان نرفته باشد که به تعریف ما همه هنرهایی که به زندگی نوع بشر معنای انسانی می‌بخشد زاییده درد فلسفی انسان است. اما فقط هنرهایی را که به واسطه کلمه بیان می‌شود زبان فلسفی انسان نامیدیم، از آن جمله شعر که خود مادر فلسفه است. نامی از لندن را تا حدود 22 دقیقه دیگه باز می‌کنیم. اما پیش از اینها، گفتگوها در بروکسل تا پاسی از شب ادامه داشت، موضوع مهاجرت و نحوه برخورد با آن. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا میکوشند ایتالیا را متقاعد کنند که بیانیه نهایی نشست سران اتحادیه را وتو نکند. ایتالیا که اکنون زمام امورش در دست یک دولت دست راستی عوام‌گراست، گفته که این بیانیه را امضا نخواهد کرد مگر اینکه موضوع مهاجرت فیصله شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که این مسئله میتواند برای اروپا از مسائل تعیین کننده باشد. آنگونه که مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش میدهد، این نشست سران اتحادیه اروپا میتواند برای شخص آنگلا مرکل هم تعیین کننده باشد. برخی از ناظران سیاسی گفتند تقریبا همه رهبران اروپا تصور میکنند ممکن است این آخرین باری باشد
که خانم مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان در جلسه رهبران اروپا شرکت می کند. این در حالی است که در 12 سال گذشته خانم مرکل به عنوان موتور اتحادیه اروپا و محرک اصلی حل مشکلات این اتحادیه بوده است. مشکل عمده مسئله پناهجویی است که انگلا مرکل در خود آلمان با مشکلات آن روبرو شده است و برای حل مسئله در پی یافتن یک راه حل اروپایی در جلسه امشب و فردای بروکسل است. به نظر می رسد در سطح اروپا نیز در حد لازم و قابل قبول بین کشورهای اتحادیه اروپا توافق مشترک وجود ندارد و خانم مرکل به جای راه حل جامع اروپایی در پی کسب توافق‌های دو جانبه با کشورهای مهم هممرز و محل ورود بیشترین پناهجویان است، مانند ایتالیا و اتریش. خانم مرکل پیش از حضور در نشست رهبران اروپایی در بروکسل پیش از ظهر دیروز در پارلمان آلمان تأیید کرد که بین او و اتحادیه اروپا در زمینه سیاست‌های پناهجویی همچنان اختلاف شدید وجود دارد، اختلافاتی که ممکن است در ادامه بقای اتحادیه اروپا هم نقش داشته باشد. گذشته از مشکلات خانم مرکل با کشورهای دیگر اروپایی، اختلاف اصلی در خود آلمان جریان دارد، به این ترتیب که حزب سوسیال مسیحی که رهبر آن وزیر کشور است به شدت با ادامه مماشات با پناهجویان مخالفت دارد. آقای زهوفر وزیر کشور قصد دارد در صورت عدم موفقیت خانم مرکل در کنفرانس رهبران اروپا به تنهایی به عنوان وزیر کشور اقدام کند و مرزها را روی پناهجویانی که در کشورهای دیگر اروپا ثبت نام شدند ببندد. برای این مسئله روز یک شنبه آینده فراکسیون‌های مشترک پارلمانی احزاب اتحاد مسیحی جلسه فوق‌العاده‌ای دارند که اگر توافق لازم صورت نگیرد ممکن است دولت ائتلافی کنونی خانم مرکل سقوط کند و احتمالاً انتخابات سراسری تازه‌ای در آلمان انجام شود. مرتضی رئیسی بود در بن آلمان و ما در اینجا در بریتانیا یک کمیته پارلمانی از نقش این کشور در برنامه‌های آمریکا در بازجویی و شکنجه مظنونان بعد از حملات 11 سپتامبر به شدت انتقاد کرده. در این گزارش آمده که ماموران امنیتی بریتانیایی از اقدام آمریکا در انتقال غیرقانونی صدها بازداشتی به مکان‌های مخفی و شکنجه آنها اطلاع داشتند و در مواردی شخصاً در جلسات شکنجه شرکت می‌کردند و حتی در برنامه‌ریزی آن هم کمک کردند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا نیا گفته که پرسنل امنیتی کشورش در یک محیط نو و چالش انگیزی قرار گرفتند و ممکن است برخی از آنها به تمام آمادگی کار در چنین محیطی نبودند. از یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد انگلستان پرسیدم که آیا این اظهار نظر خانم می به مثابه پذیرفتن انتقاد پارلمان است؟ این انتقاد پذیرفته نشده، چرا که همه این موارد مواردی است که تحقیق کافی راجبش نشده. آقای کنس کلارک امروز مطرح کرده، وزیر سابق دادگستری دولت محافظه‌کار، که باید کمیته تحقیقی با یک قاضی درگیر این مسئله بشه. نخست وزیری که در اون مقطع در قدرت بوده آقای بلر بوده، وزیر کشورش آقای جکسترو بوده، اینها کسایی هستند که باید پاسخگو باشن در این رابطه. این کمیته نتونسته با هیچ یک از کسانی که اتهامی بر علیهشون وارده مصاحبه بکنه. گزارشی رو مسئولین سازمان‌های امنیتی MI5 و MI6 5 و 6 تحویل دادن به این کمیته، ولی ما نمیدونیم که این گزارش ها که توسط کسانی تهیه شده که در اون مقطع مسئولیت ها رو نداشتند تا چه حد دقیقه. ما همچنین روبرو هستیم با این مسئله که کل این تحقیق پارلمانی جایگزین یک تحقیق اگه بخواید قضایی گسترده تری شد، چرا که اون عملی نشده بود، میسر نشده بود. حالا صحبت از اینه که آیا دولت به خواست آقایانی مثل کنس کلارک یا حزب کارگر توافق خواهد کرد و خواهد رفت پی یک تحقیق کامل تر راجع به این قضیه که
بهش میگن کمیته تحقیق قضایی در بریتانیا. و آیا هیچ راهکاری پیشنهاد شده در این گزارش یا تحقیق پارلمانی برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی در آینده؟ نه، و دقیقاً یکی از مشکلاتی که امروز داره مطرح میشه بعد از ارائه شدن این گزارش اینه که راهکار خاصی مطرح نکرده. همونطور که میدونید دولت عقیده داره که ضوابطی رو به کار برده که مانع از این میشه که این مسئله دوباره تکرار بشه، ولی مسئولین این کمیته و گزارش دهنده کمیته آقای دومینیک گریو، دادستان سابق بریتانیا از دولت محافظه‌کار، میگه که ما مسئولیتمون اعلام فاکت ها بود، مشخص کردن این همکاری چه با شکنجه هایی که ایالات متحده درگیرش بوده، چه با برخی شکنجه های فیزیکی، چون شکنجه های سیاسی بیشتر مورد روانی داشته، شکنجه های فیزیکی که این کشورهای رندیشن یا تحویل زندانیان سیاسی متهم به تروریسم درش درگیر بودند. به همین دلیله که صحبت از این میشه که تا زمانی که پیش شرط هایی برای تکرار این مسئله قوانینی پیدا نشه امکان برگشت به این هست. فراموش نکنید کلیه این وقایع در یه شرایط بسیار ویژه اتفاق افتاد بعد از بمب‌گذاری 2001، و نگرانی اینه که در یه شرایط ویژه دیگه دوباره حتی داده های این تحقیقات این دفعه به فراموشی سپرده بشه. با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد انگلستان صحبت می‌کردم. قرار شده تا 17 روز دیگر یعنی 25 تیر رهبران آمریکا و روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند با هم دیدار داشته باشند. این سومین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین خواهد بود. دو دیدار قبلی در حاشیه نشست‌های دیگر انجام شده بود و این یکی اختصاصی است. دو طرف اطلاعات چندانی درباره موضوع‌های مورد بحث ارائه نکردند، اما گفته شده که جنگ در سوریه و اوضاع در اوکراین بخشی از موضوع‌های مورد بحث خواهد بود. در این باره گزارشی داریم از سام فرزانه از واشنگتن. تا دو هفته دیگر قرار است که رهبران آمریکا و روسیه در کشور سومی برای بار سوم با هم دیدار کنند. دیدار در هلسینکی خواهد بود. دیدارهای قبلی در حاشیه نشست‌های دیگر بوده و این بار قرار است دیدارشان پرپیمان‌تر باشد. اما درباره اینکه می‌خواهند درباره چه چیزهایی صحبت کنند، بجز اشاره کوتاه از سوی دونالد ترامپ، خبر چندانی منتشر نشده. به نظرم ما درباره سوریه صحبت خواهیم کرد. به نظرم درباره اوکراین حرف می‌زنیم. به نظرم درباره خیلی چیزهای دیگه هم صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که بالاخره چی میشه. پس بالاخره معلوم نمیشه. بالاخره معلوم نیست در این دست دیدارها چی روی میده. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا که برای برنامه ریزی این دیدار به روسیه رفته بود، گفته که درباره برداشتن تحریم‌های روسیه که با اوکراین مرتبط است صحبتی نخواهند کرد. آقای بولتون همچنین به موضوع اتهام‌های ارتباط کارزار انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه اشاره کرده که به گمان او نباید سبب لغو این دیدار می‌شد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم به این موضوع اشاره کرده و گفته که آقای ترامپ علی‌رغم انتقادهای داخلی به این دیدار می‌رود و از او تقدیر کرده. در داخل آمریکا معاون وزیر دادگستری پنجشنبه سختی را پشت سر گذاشت. او در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شد و به سوالهای نمایندگان جمهوری خواه جواب داد که به شدت مخالف ادامه تحقیقات درباره روابط کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه هستند. در سوی دیگر این بحث دموکرات‌ها هستند که میگویند آسانگیری آقای ترامپ برای روسیه حتماً به دلیل زد و بندهای پشت پرده یا باجگیری روسیه از رئیس جمهوری آمریکاست. سام فرزانه در واشنگتن. حالا قراره برگردیم به مرور مجله‌های چاپ ایران و مسعود بهنوت. این مدت میتونین پیام‌های خودتون رو برام بفرستین تا بعدش بخونم.
بخش دوم بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به ماهنامه شبکه آفتاب و ماهنامه داستان همشهری. شبکه آفتاب ماهنامه فرهنگی و جامعه که به هنر هم توجهی داره، شماره 42 منتشر شده، یک روی جلدی داره از یک شهر گرد گرفته با یک قایق سرگردان رها شده در کویر، که اگر اون قایق نبود آدم فکر میکرد که این از اون کویرهاییست که قرنها و هزارهاست که کویره، ولی اون قایق به ما خواهد گفت یا داره میگه که این دشت تشنه روزگاری در همین سالهای دهه های اخیر بوده است که اینطوری نبوده. اولین روایتی که در مجله داده میشه، ایمان پاکنهاد میده، دبیر تحریریه مجله، سیستان در ریگ روان. دو تا روایت میده از یک روستایی در نزدیکی زابل، روستایی که اسمش هست ملادادی، به فاصله 4 سال اونجا رو دیده، اولیش سال 92، دومش الان در همین یک ماه پیش. شما همون تصویر اولیه که سال 92 به شدت نگرانشون میکنه، از دهی که شن همینطور داره میاد و رسیده به گلوگاهش، جایی که شما بیل میزنید و میکنیم پنجره هویدا میشه و اینجا کسانی زندگی میکردند و کسانی زندگی میکنند الان هم، و اینکه این شن روان و این باد و این بیابی چه کرده است با اون حدود زابل. بلافاصله چسبیده به این گزارش، مجله هنرمندی کرده گزارش شیده لالمی، گزارش نویس خوب، درباره منجیل هست. حالا دیگه داریم از سیستان بلوچستان میریم به شمال، میریم به یکی از سبزترین نقاط شمال. کجا؟ منجیل. منجیل در ارتفاع قرار داره، به شهری که هممون کم و بیش میدونیم، کسایی که از جاده رشت رفتن به شمال خیلی خوب میدونن اون نقطه‌ای که وای میستید نزدیک لوشان و اونجا باد میاد همیشه، و به همین دلیل هم اونجا توربین‌های بادی هست برای ساختن برق از باد. جای بسیار مناسبی برای این کار، همون تپه زیبایی است که پشت سرش به اون چنار 800 ساله هست و نگاهی میکنه به سپیدرودی که دست کم تا 20 سال پیش همیشه پر آب و سبز بوده، که از پر آب ترین رودهای ایران، که بعد سدهای متعددی هم روش ساخته شد. وقتی که اینجا میریم یه عکسی هست، یک رفتگری نشون میده که داره تو منجیل خیابون رو تمیز میکنه. هیچ فکر کردین رفتگره از اونجا اومده؟ از همون زابل و سیستان و بلوچستان اومده. مردم اونجا هستن که بیکار شدن، پراکنده شدن اطراف کشور و همه نیرو انسانیشون رفته، چون نه آبی هست، نه کشاورزی هست و نه هیچ چیز دیگه ای. حالا این کسی که اومده اینجا در منجیل یه درد تازه‌ای داره، میگه الان اینجا رو پاک میکنیم، 5 دقیقه بعد دوباره این باده همه این خاکا رو میاره و شغل من چندین برابر رفتگرهای جای دیگه زحمت داره. و یه موضوع دومی هم میگه که خیلی تصویریه و اونم پرواز زباله هاست، که این رفتگر بیچاره اینجا هر کاری که میکنه این زباله ها رو باد بلند میکنه، به طوری که وقتی باغی رو عکس گرفتن و نشون دادن، این باغ تمام درخت پر است از کیسه های پلاستیک. اما داستان همان نشریه خوشقامت خوشخان مجموعه مجلات همشهری، شاید بتونم جرأت کنم و بگم که این روزها خیلی شنیده میشه که این مسائل مالی مؤسسه همشهری رو داره مجبور میکنه که مجلات رو، بیشتر مجلاتی که داره، تعطیل کنه. به هر حال داستان یک نشریه است که خانم مرشدزاده اونو پایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای کرده و در این چند سالی هم که خودش نیست، به خاطر اون پایه‌گذاری درست حسابی این ماشین همینطوری خیلی خوب داره حرکت میکنه و همیشه است. در مقدمه همونجایی که معمولا سردبیرها درد دل میکنن با خوانندگانشون، خانم مینا فرشیدنیک سردبیر در سرمقاله این دفعه به این نکته اشاره کرده که قاعدتا از دید ما پنهان میمونه، و اونم عبارت از این است که اول تیر کوتاه‌ترین شب ساله، یعنی نقطه مقابل شب یلداست، و سردبیر خوشفکر و خوشذوق از همینجا نتیجه میگیره که این دفعه قصه هامون کوتاه‌تر از کوتاه هست. پوشنگ مرادی کرمانی قصه کوتاهی برشون نوشته به اسم سیسمونی. اما فریبا وفی نویسنده خیلی خوب یه دوقلوها نوشته، ناگزیرم که یک پاراگرافشو بخونم براتون تا اهمیت نوشتش پی ببرین. دوقلوها با 12 سال تأخیر در رحم شلوغ کردن، مدام میجنبن، جاشون تنگه،
پوست شکم ترک خورده، پیراهنشو بالا میزنه، با لذت به پوست نازک شدهش نگاه میکنه. مهم نیست رد این ترک ها بر همیشه بمونه یا نه. این خطا مهمترین علامت های نقشه جغرافیایی بدنش هستن. دستش رو شکمش میکشه، نافش تو جای همیشگی نیست، تو بلندی قرار داره، در بالای اون کره گوشتی که حالا مثل زمین گرمه و زیر انگشتانش میتپد. هر روز شکمش رو وارسی میکند. چند ماه هست شکمش شده مرکز جهان. با هم نگاهی گذرا کردیم به دوتا نشریه، ماهنامه شبکه آفتاب و ماهنامه داستان همشهری، که امیدوارم در این تحولاتی که داره اتفاق میفته به جهت مسائل اقتصادی آسیبی نبینه. نگاه گذرای مسعود بهنود بود که رفت تا هفته آینده با مطالب تازه مجله های چاپ ایران برگرده. حالا نوبت شماست. حتما میدونین که یکی از راه های رسیدن به چشم انداز بامدادی بی بی سی ایمیل ماست، bbc@bbc.co.uk. از اون طریق هم پیام هایی دریافت شده که چند تاشون رو میخونم. احمد نوشته بحران فعلی ارز وقتی شروع شد که سپاه برای زمین زدن برجام موشک فرستاد و بر روی آن شعار محو اسرائیل نوشت. این کار شادمانی بزرگ بود برای آقای نتانیاهو. جان گفته ما از هر تصمیم آقای روحانی و در کل نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنیم. سعید میگه با استعفا دادن یا ندادن دولت آقای روحانی هیچ مشکلی حل نمیشه، مشکل ما مقام رهبری است. حالا در تلگرام فراهانی نوشته که به نظرم اگر ترامپ یک شوک تحریمی دیگه وارد کنه دوباره اعتراضات مردمی با شدت دوچندان افزایش خواهد یافت. رضا نوشته تنها راه ایران به غیر از تسلیم شدن در برابر خواسته های آمریکا دستیابی به کلاهک اتمی هست. اون وقت ببینید که چطور ترامپ التماس خواهد کرد. این نظر رضا هست. و حامد میگه تحریم های نفتی اونقدر تحقیر و شکستن غرور یک دولت و ملت است، و اینکه با همه این مسائل دولت روحانی به مسیر مذاکرات روی نمی آورد جای تعجب دارد. در فیسبوک هم وحدت نوشته در بحران اقتصادی موجود در کشور رئیس دولت هیچ نقشی ندارد، متاسف هستم که اقتدارگرایان کشور را به نابودی میبرند. و هیرکان درباره گزارش پارلمان بریتانیا درباره سرویس های امنیتی که صحبتش رو داشتیم نوشته تخصص کمی نیست دانش شکنجه و شکنجه روحی و جسمی. منتها به نظر هیرکان تناقض در اینجاست که تمامی کشورهای مدافع حقوق بشر تسلط کامل به این تخصص و آموزش اون دارند. نصرت الله گفته اختلاف و دشمنی بین کشورهای اسلامی مخصوصا بین ایران و عربستان و کویت باعث شده که آمریکا هر وقت که بخواد کشورهای اسلامی رو در انزوا قرار بده. پیام ها بسیار زیاد است، اگه فرصت شد بازم برمیگردیم. فعلا بریم سراغ خبرهای ورزشی. آره، این جام جهانی فوتبالی که همچنان بر جهان ورزش سایه انداخته. یک خبر جالب اینه که علیرضا فغانی داور بین المللی ایران در جایگاه دوم برترین داور جام جهانی فوتبال روسیه قرار گرفته. دیروز هم سرنوشت برخی از تیم‌ها مشخص شد و امروز برای آخرین بار در این دور پوریا ژافره رو در راه بازگشتش به لندن از مسکو داریم که تازه ها رو برامون میگه. قرار بود که دیشب آخرین بار باشه ولی یک شب دیگه به مسافرت ما اضافه شد تا پایان مرحله گروهی که نتایج اونها هم کاملا مشخص شده و دور 16 یا اون چیزی که در فارسی به یک هشتم نهایی معروفه هم جدولش معلوم شده. از مسابقات گروه آخر که اتفاقا زودتر از گروه 7 برگزار شدن شروع میکنیم، بازی که ژاپن به لهستان 1-0 باخت و سنگال هم 1-0 به کولومبیا باخت. به این ترتیب کولومبیا تیم اول گروه شد. دو تیم ژاپن و سنگال که همه چیزشون با هم دیگه برابر بود، یعنی امتیازشون برابر بود، گل زده گل خورده در بازی مستقیما با هم دیگه مساوی کرده بودن، در نهایت ژاپن به خاطر اخطارهای کمتر و در واقع پرونده انضباطی بهتر راهی مرحله بعد شد که خیلی انتقادهای زیادی رو به همراه داشت. دیدیم که در لحظات پایانی بازیکن ژاپن وارد زمین شد، به هم تیمیاش تذکر داد که اخطار نگیرن، چون فقط 4 تا اخطار گرفته بودن در حالی که سنگال 6 اخطار گرفته بود. مثل جام جهانی 82 86 واقعا آبروبری بود میشه گفت. نه لهستانی ها زیاد جلو می اومدن نه ژاپنی ها و 15 دقیقه آخر مسابقه هیچ اتفاقی نیفتاد در حالی که سنگال اون طرف به آب و آتش میزد. در نهایت ژاپن هست که بالا میره. یک تیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا میتونه خودش رو به مرحله بعدی برسونه و تمامی تیم های آفریقایی همه حذف شدن با حساب سنگال. هیچ
هیچ تیمی از کنفدراسیون فوتبال آفریقا در مرحله حذفی جام جهانی حضور نخواهد داشت. گروه هفتم هم نتایجش به این ترتیب بودن که تیم ملی بلژیک و انگلستان هر دو به بسیاری از بازیکن‌های اصلی خودشون استراحت داده بودن. عدنان یانوسای بازیکن تیم بلژیک با یک گل باعث پیروزی این تیم شد و حالا بلژیک سرگروه میشه. به این ترتیب بلژیک با ژاپن روبرو خواهد شد و انگلستان با کولومبیا، که خب برنامه سختریه، ولی که به نظر میسه که اگه که بتونه انگلستان این مرحله رد بکنه کارش آسان‌تر خواهد شد. به طور کلی برنامه مرحله حذفی به این ترتیبیه که خدمتتون عرض میکنم: اوروگوئه با پرتغال بازی میکنه، مسابقه که میتونست ایران یک طرفش باشه، فرانسه با آرژانتین، مهمترین بازی، حساس‌ترین بازی دور حذفی به نظر میرسه که قضاوتش هم به عهده علیرضا فغانی داور ایرانیه، برزیل با مکزیک، گربه سیاه خودش روبرو خواهد شد، بلژیک با ژاپن همونطور که گفتم، اسپانیا با روسیه، کرواسی با دانمارک، سوئد با سوئیس، کولومبیا و انگلستان. امروز روز استراحته و بازی‌ها در واقع از فردا شروع میشن با بازی تیم‌های فرانسه و آرژانتین اولین مسابقه، و بعد هم اوروگوئه در بندر سوچی با پرتغال روبرو خواهد شد. دو نظر کوتاه دیگر از فیسبوک: اسدالله از افغانستان نوشته ایران واقعا کار خوبی میکنه، زیر دست آمریکا نمیره، الان که افغانستان زیر دست آمریکاست به چه حالی افتاده؟ و فرهاد نوشته اگه ایران بذاره عراق میتونه کسری نفت ایران رو توی اوپک پر کنه، متاسفانه ایران حاکمیت مطلق توی عراق داره. این هم نظر فرهاد بود.